بسم الله الرحمن الرحیم. حالا که اینا رو شروع میکنیم شاید سوال بشه که آخه اولین اسم چرا اینا رو گفتید؟ ایشون عرض میکنم از باب اینکه از الف با شروع کنه، از الف شروع کرده اسمای حضرت رو، برزا گفته احمد. اسم بعدی اسم اصله، چون الفه اینجا آورده، نه اینکه حالا کل مطالب اینجا باشه. نه خیلی کلمه، اتفاقا کلمه اصل هم از ذات الف، هم از ذاته که معنا هم همین معنا رو میده، که اصل مطلب، اصل خلقت، اصل دین، اصل ظهور، اصل رزق، اصل علم، اصل هر چی که میخواید، ریشه همه اینها امام زمان است. و به بعضی از تعبیرات عرض میکنم که پیامبران آمدن که مقدمه و اصل آقا رسول الله باشن. آقا رسول الله و امیرالمؤمنین و اهل بیت آمدن و این همه زحمت برای اصل، که اصل امام زمان باشن. چرا اصلا؟ برای اینکه اون دینی که دین خداست و پیامبران میخواستن اجرا کنن و نشد، ائمه میخواستن اجرا کنن و نشد، ایشون این دین را زنده میکند و احکام دین را اجرا میکند، اخلاقیات را اعلام میکند، آداب را اعلام میکند، اعتقادات سالم را اعلام میفرماید. و در اون دوران مریضی نیست، گرفتاری نیست، زندانی نیست، اذیت نیست، کشته شدن نیست، عرض میکنم هیچ مشکلی نیست جز زیبایی و زندگی خوب دنیایی، و عرض میکنم که آزادی و آرامش چیزی نیست. و حتی مردم نیاز به این وسایل هم ندارن، چون وسایل بهتر از این وسایل که هست حضرت میارن، که اون بحثش جداست، انشاءالله به اسم که رسیدیم میگیم. و یک همچین زندگی اصلش با وجود امام زمان علیه السلام ممکن است و بس، کمان که تا حالا ممکن نبوده است. یه مقدارش زمان حضرت سلیمان شد، برای که ما نمونه در تاریخ داشته باشیم. یه مقدار کمیش در زمان آقا رسول الله شد، برای که نمونه باشه، و این خواهد شد. اما دیگه حتی زمان رسول الله هم که تو همین 7-8-10 سالی که مدینه بودن، که ببینید بیش از 80 جنگ و غزوه شد، ولی در زمان امام زمان جز اولش که بالاخره حکومت میخواد برقرار بشه، دیگه مشکلی نیست. وقتی شروع حکومت شد زیبایی ها شروع می شود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Oh,